خدمات مکاشفه تقدیم می کند. خرجین زمان. تاریخچه ادونت. توضیح سریع. سوالات زیادی در رابطه با ادونت وجود داره. ادونت چیست و چرا مسیحیان برای آن چهار شمع روشن میکنن؟ حالا ببینیم داستان از چه قراره. اما قبل از اون یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و کانال مکاشفه رو سابسکرایب کنید و کامنت بذارید تا از این طریق کانال ما رو حمایت کنید. ادونت در واقع یکی از دوره‌ها یا زمان‌هایی است که برای تمام کلیساها حائز اهمیت و اون رو جشن می‌گیرن. بسیاری از کلیساها صرف نظر از فرقه، سبک، بزرگی یا کوچکی یا هر چیز دیگه‌ای معمولاً این مراسم رو از چهار هفته قبل از کریسمس برگزار می‌کنن. اما این مراسم از کجا شروع شد؟ خب مشخص کردن دقیق‌ترین زمان شروع اون تقریباً غیر ممکنه. ما هیچ سرنخ مهمی در دست نداریم. اطلاعات زیادی هم در اختیار نداریم. اما اینطور تخمین زده میشه که حدوداً در قرن چهارم برگزاری مراسم ادونت آغاز شده. در واقع داستان از این قرار بود که عید پاک و کریسمس تبدیل به دو مراسم ثابت در تاریخ کلیسا شدند. عید پاک در واقع مربوط میشه به عید پسح یهودیان، اما مسیحیان تاریخ متفاوتی برای اون در نظر گرفته بودند و به شکل متفاوتی یک شنبه عید پاک رو مشخص میکردند. برای کریسمس روز 25 دسامبر در نظر گرفته شد، چون این تاریک ترین زمان سال به حساب میومد. به هر حال هیچ کس باور نداره که عیسی در روز 25 دسامبر به دنیا آمده، اما این تاریک ترین روز سال بود و در روز باستان یه جورایی روز جشن به حساب می اومد. جشنی برای اینکه روزهای تاریک کم کم کوتاه‌تر میشن و به سمت بهار میریم و همین میتونست برای مسیحی‌ها به معنای اومدن نور جهان باشه. وقتی که عید پاک و به خصوص کریسمس به عنوان دو عید ثابت تعیین شدن، این دو روز تونستن به دو نقطه عطف در سال کلیسایی تبدیل بشن. یک نیمه تا عید پاک و دومین نیمه تا کریسمس. به نظر میرسه که چند هفته قبل از اون به طور طبیعی اهمیت جدیدی پیدا کردند. شما هفته به هفته به اون تاریخ مهم نزدیکتر میشین. به این ترتیب ادونت تبدیل به مقدمه‌ای برای کریسمس شد. کل ماجرا از این قرار بود. ادونت در واقع نشانه اینه که ما داریم به بزرگداشت روز میلاد منجی خودمون نزدیکتر میشیم. اولین تاریخ واقعی که برای اون داریم حدوداً برمیگرده به سال 380 میلادی و شورای ساراگوسا که در واقع شامل منطقه اسپانیا و فرانسه امروزی میشد. در اون زمان بدعتی وجود اومده بود به نام پریسیلیانیزم. این یه بدعت گنوسی بود که در واقع با مادیگرایی و ماده مخالف بود و بر عرفان و معنویتگرایی تاکید داشت و هر ادعایی رو در مورد اینکه بدنهای فیزیکی ما و یا این جهان هستی نیکو آفریده شدن رد میکنه. به نظر میاد ارتباطی بین اینا وجود داشته باشه، چون حالا که این دیدگاه ادعا میکنه که بدنهای فیزیکی ما و جهان فیزیکی ما به خودی خود شریرانه هستند، میشه به این نتیجه رسید که کریسمس یک اتفاق نیکوست، یعنی روزی که خدا جسم گردید و به زمین اومد. شاید موضوع اصلا این نبوده، ما واقعا نمیدونیم، اما به نظر میرسه که در سال 380 این مراسم به نوعی پررنگتر شده، نه اینکه تازه پایه‌گذاری شده باشه. این در واقع میتونست تشویقی باشه برای مسیحیان که در صورت امکان حداقل روزی یک بار در کلیسا حضور پیدا کنن. اما اتفاقی که میفته اینه که با گذشت زمان ادونت اهمیت تازه‌ای پیدا میکنه، اما نه دقیقاً شبیه چیزی که امروزه وجود داره. در مراسم تاریخی ادونت در واقع دو هفته وجود داشت که برای خدمت و هدفی متفاوت جدا شده بود و دو هفته برای تمرکز بر شخص مسیح در نظر گرفته شده بود. میدونید کلمه ادونتوس در واقع ترجمه لاتین کلمه پاروسیا در عهد یونانی است که به معنای آمدن و ورود خداوند هست. پس کلمه پاروسیا یا همون ادونتوس به دو چیز برمیگرده. اول آمدن مسیح و جسم شدن او، دوم آمدن دوباره مسیح که امروز ما بهش میگیم بازگشت ثانویه. پس در واقع در مراسم تاریخی ادونت دو هفته مجزا در نظر گرفته شده بود برای اشاره به بازگشت دوباره مسیح و اینکه همه چیزهایی که روی زمین درست به همان شکلی که در آسمان هست تازه میشن و دو هفته دیگه برای تمرکز بر اومدن اولیه مسیح در نظر گرفته شده بود.
هیچ بحثی بر سر این موضوع وجود نداره که ادونت مراسمی است که در طول زمان به وجود اومده و با رسیدن به عنصر جدید به خصوص زمان حال این مراسم در کلیسا دیگه تثبیت شده. در کلیسای امروز یکی از نکات قابل توجه در مورد ادونت اینه که این میتونه یک راه مفید برای تمرکز کلیسا و مسیحیان بر اهمیت حقیقتی که پشت داستان کریسمس وجود داره باشه. این میتونه راهی برای رهایی از مصرفگرایی و در عوض تمرکز بر روی کسی باشه که برای نجات ما اومد و کسی که روزی دوباره با جلال باز خواهد گشت.